سلام، با قسمت 32 سریال شربت زغالخته در خدمت شما هستیم. در این قسمت میبینیم فاتی برای خودش وکیل گرفته و تمام تلاشش رو میکنه تا بچه ها رو از دعا بگیره. وکیل به فاتح میگه اگه کارهایی که گفتم رو بکنین برنده میشین، وگرنه اگه انجام ندین همونطوری که گفتم وضعیت ممکنه به هم بریزه. فاتح هم میگه هر چی میشه بذار بشه. نورسما و پنبه با هم بحث میکنن و پنبه از این ناراحت و عصبیه که نورسما چرا تنهایی به ملاقات رفته و به نورسما میگه که یه مرد زنش رو همینطوری برای ملاقات میفرسته، این چه شوهریه؟ نورسما هم در جواب پنبه میگه شوهر من به من دخالت نمیکنه، تو چیکاره این وسط؟ نورسما با عبدالله حرف میزنه و بهش میگه مادرم رو ناراحت نکن باشه. آلف سر میز شام جلوی همه میگه منم یه اطلاعی بهتون بدم که دارم ازدواج میکنم، اونم به زودی. فاتح در دادگاه به قاضی میگه که دعا عقلش سر جاش نیست و شواهدی به دادگاه ارائه میده و میگن که دعا نرمال رفتار نمیکنه و با خودش حرف میزنه. دعا خیلی عصبانی میشه ولی دیگه مهم نیست چون دادگاه تصمیمش رو گرفته و بچه ها رو به باباشون فاتح میده. دعا که عصبیه به سمت فاتح حمله ور میشه و میگه نمیتونی دخترمو از من بگیری. فاتح هم میگه برو رو اون صندلی که پشت سرت بشین و تا دلت میخواد گریه کن. عجبا، فاتح واقعا روانی شده. به راحتی تونست با تهمت و دروغ جمره رو از دعا بگیره. نظرتون در مورد آلف چیه؟ به نظرتون آلف میخواد با عبدالله ازدواج کنه؟ برام کامنت کنید. لایک این ویدیو هم یادتون نره.